شهریور ماه امسال امیر موبد کار پرسر و صدایی رو در گالری طراحان آزاد تهران اجرا کرد. موبد یه تفنگ بادی در اختیار بازدید کننده ها قرار داد و اجازه داد بهش شلیک کنن. بعضی از منتقدین هنری این اثر رو یکی از مهمترین کارهای هنری امسال میدونن. تماشای این هفته نگاهی داره به این کار موبد و مفاهیم اون. کریس بردن، اجرای زنده بیا نوازشم کن. این عنوان اثریه که اواخر تابستون امسال توی گالری طراحان آزاد اجرا شد. کریس بردن، هنرمند معروف آمریکایی، در سالهای اولیه دهه 70 پرفورمنس‌های متفاوتی رو در ایالات متحده اجرا کرد که توی خیلی از اونها بدن خودش در معرض جراحت قرار می‌گرفت تا بلکه توجه‌ها به خشونت جاری در جامعه درگیر جنگ ویتنام بیشتر جلب بشه. یه بار خودش رو به یه فولکس مصلوب کرد، یه بار دیگه از دستیارش خواست که از فاصله 5 متری به بازوش شلیک کنه. از اجرای شلیک امروز یه ویدیو در دسته که بخش تصویریش 8 ثانیه بیشتر نیست. اول صدای بردن و دستیارش رو میشنویم و بعد تصویر میاد. در گالری طراحان آزاد اما شلیک برای عموم آزاده. فقط باید مراتب ایمنی رو رعایت کرد، پشت یکی از سه خطی که روی زمین کشیده شده ایستاد و بعد به هدف زد. اثر هنری عجیبیه. هنرمند به ما تفنگ میده تا بهش شلیک کنیم. اثر هنری خوبیه، چون وقتی از گالری بیرون میایم سوالای زیادی داریم که از خودمون و بقیه بپرسیم. دروغ بود؟ باورم نمیشه. این سیستم به کار بردم به هر حال. چرا بچه‌ست؟ خواستم ببینم چه جوریه. اگه هیچکی نزنه هیچ معنی. آقا اونجا هیچکی نزنه، من زدم. مردم باید چیه؟ نه، فقط من مردم زدم. من این کاری که هر روز انجام میدی دیگه. اغلب افراد البته حاضر نیستن شلیک کنن. اما گروه کوچکی هم هستن که بیوقفه شلیک میکنن. در نهایت پرفورمنس با واکنش پیشبینی نشده یکی از بازدید کننده ها تموم میشه.
بیا نوازشم کن اثر کریس بردن نیست، اجرایی از امیر موبد بر اساس ایده شلیک کریس بردن. هنرمند به نوعی خواسته با غریبه کردن خودش و ایجاد فضای جدی اما سیرک مانند ما رو واداره درباره خشونت بیشتر فکر کنیم. اینکه خشونت چیزی نیست که آدم‌های هم تیپ ما همواره فقط قربانیش باشن. اینکه احتمالاً هر کسی که دست به خشونت میزنه در لحظه اعمال خشونت احساس میکنه کارش مصداق خشونت نیست. اثر امیر موبد اثر موفقی بود چون وقتی یه هفته بعد از اجرای کار بازدید کننده ها دوباره دور هم جمع شدن و کار رو با هم مرور کردن، هنوز سوالهایی داشتن که از خودشون و بقیه بپرسن. بحث اینه که اگر بیرون از گالری خیابون یه نفر اسلحه دستش بود به آدمی هم بود سیرکه بایست داده بود، اگر فکر نمی کردیم که سیرکه کسی تیر اندازه نمی کرد، چه اتفاقی می افته که یک شخص اسلحه رو می گیره و واقعی شلیک می کنه و یک نفر رو جلوی همه می کشه که خیلی شاهدش بودیم؟ شنیدم که بعضی ها فکر می کردن که جلیقه داره امیر و حالا فنر زدی شده یا هر چیزی و درد نمی کشه. کسی که اجی برداشت میکرد پشت من یه همیچین برداشت میکرد و شلیک کرد، خواستم ببینم دلیل شلیک کردن چی بود. هنر امروز رو مرز حرکت کنه، این کارم رو مرزهای اخلاق داره حرکت کنه. بیا نوازشم کن به یه معنی ادامه کارهایی که در پرسش از خشونت انجام شدن. علاوه بر آثار هنری مثل شلیک کریس بردن، ریتم صفر مارینا آبراموویچ یا به یه عراقی شلیک کنید وفا بلال که به فهم این کار کمک میکنن، یه تحقیق علمی خیلی معروف هم هست که در فضای بعد از جنگ جهانی دوم توسط یه روانشناس اجتماعی آمریکایی به نام استنلی میلگرام انجام شده. میلیگرم به آگاهی داد و از یک سری افراد خواست که برای شرکت در یک تجربه علمی مراجعه بکنن بهش. وقتی افراد میومدن پیششون میگفتش که به طور کاملا اتفاقی بر اساس قرعه یکی بشه شاگرد و یکی بشه معلم. البته همیشه طوری برنامه تنظیم میشد که اون فردی که به عنوان شاگرد انتخاب میشد همدست در حقیقت آزمایشگر و میلیگرم باشه، و اینی که هدف ما از این آزمایش اینه که تأثیر تنبیه رو روی یادگیری آزمایش بکنیم. Take a look at this. This is the electrode. از اونی که در حقیقت آموزگار بود خواسته میشد که یه شوک الکتریکی بده به اون فردی که شاگرده، اگر در جوابی که میداد مرتکب اشتباه میشد. Sorry, it's 195. If that's him shouting, I can't go on. Sorry. I don't want to give pain like this. Please just continue. به مرور به میزان اشتباهات پیاپی در حقیقت شاگرد، معلم میبایست میزان این شوک الکتریکی رو بالا ببره تا اینکه در نهایت میرسید به 450 ولت، چیزی که قاعدتا باید فرد مقابل رو میکشت. It's essential that you continue. آزمایش میلیگرم نشون داد که دو سوم افراد در حقیقت تا 450 ولت شارژ الکتریکی پیش رفته بودند. No answer incorrect. 450 volts. That is incorrect. I have to give you 450 volts. 450 volts. 450 volts. 450 volts. You've gone to the end of the experiment. Thank you very much. یک نکته خیلی مهمی که میلیگرم با این آزمایشش نشون داد اینه که شرایطی که فرد در اون قرار میگیرم از اهمیت برخورداره. یعنی در حقیقت این در کادر دانشگاه و علم صورت میگیره و مشروعیت میده به کاری که فرد انجام میده. مسئله دومش هم مسئله اینه که مسئولیت تمام این کار رو و یا عواقب اتفاقی رو که قراره بیفته رو میلیگرم هر بار عنوان میکرده که آزمایشگرها به عهده میگیرن.
در اجرای امیر موبد هم در واقع خیلی ها برای تکمیل اثر هنری که شلیک میکنن و تصورشون اینه که مسئولیت خشونت احتمالی با کسیه که کار رو به صحنه برده و قواعد اونو تعریف کرده، یعنی خود هنرمندی که هدف گلوله است. هنرمند در متنی که روی دیوار نصب شده از ما میپرسه آیا حاضریم خشونتی که در زندگی هر روزمون جاریه رو علنی کنیم؟ آیا حاضریم در جایگاه جنایتکار بیستیم و به دیگری شلیک کنیم؟ شاید به همین خاطره که شلیک ما میتونه کمک به طرح هنرمند تلقی بشه. خب شلیک میکنیم بخواد اینکه این بازی میخواییم باشیم. اینجا یک مکانیه که ما رو قرار دادن توش، ما اگر شلیک نکنیم تعقل به خرج دادیم. یکی از کسایی که تو آزمایش بوده و ناراحت هم شده بوده اعزام شه بیتن. طرف برای نیلگرام نامه می‌نویسه که من بارها تمرد کردم و آزمایش شما به من یاد داد که میشه تمرد کرد. فکرم کردم واقعا جدی باشه و اصلا آسیب رسی رو بیدم و خب شلی کردم و بعد اینکه شلی کرد آزا فندم چه اتفاق رو بودم و واقعا ناراحت شما اینجا و اینکه به کسایی که اینجا میشینم و نه میگن که چرا کسی شلی کرده یا نکرده، کسی که این کار کرده مطمئن نیست. مطمئنم 80% آدم ها تصورش این بود که تمام مسائل امنیتی رعایت شد. اون تفنگ ضعیفه، لباس پوشش کامل یا سر پوشیده است، قرار نیست صدمه ای در بده. این یعنی همون اول مفهوم خشم رو به 90% تقلیل داده است. توی اون موقعیت من یه لحظه بودم کسی هم شلیک نمیگه، گفتم بالاخره یکی شلیک کنه، دو دل بودم شلیک کنم یا نکنم، یکی شلیک کرد و بازی شروع شد. حالا کم بودن تعداد شلیک کننده ها و بعدم رفتیم. ببینید من و خیلی از بیننده تو موقعیت دوگانه شلیک کردن یا نکردن بودیم. این اتفاقا به نظر من نکته ظریف انگاره. من دلم خواهد شاپور پویان صحبت کنم. آره من خواهد تو فرشکنه جانم. یه آزمون جالب بود نمیکرد. هرچند که من اینقدر ازش عصبانی بودم که چهار تا فوشم بهش دادم. به نظر من مخاطبایی که میمدن شلیک میکردن خیلی بازی میدیدن، در اینکه نه جدیه. من خودم چون یه نفر رو کشتم با اسلحه شاید جای دیگه هم عنوان کرده، اونم از نزدیک، خیلی فاصله نزدیک، شاید میتونستم اصلا نکشم باشه، ولی در موقعیت قرار گرفته بودم که یه چیزی شاید به اسم جنگ و من باید میکشم. این عمل رو در سن 15 سالگی هم انجام دادم، یعنی در سنی نبوده که شما فکر کنی حالا عاقل آنچنانی بوده. الان 20 فکر کنم 2-3 سال داره میگذره، ولی وقتی اون روز در این موقعیت بودم من به دلیل شرایطی که دارم شب و باید قرص بخورم بخوابم، ولی اون شب برای اولین بار بود که وقتی خوابیدم و نشدم میدم ساعت 10 صبح. چرا؟ بعد 3 روزم از خونه نمیدم. سوالات زیادی رو در ذهن من به وجود بیاره. من سوالم اینه که واقعا اگر این موقعیت رو امیر موبد به وجود نمی‌آورد، اگر این شجاعت رو در خودش به وجود نمی‌آورد که جلوی سیرپایسته و شما شلیک بکنید، این همه سوال به وجود می‌اومد که ما در چه جامعه‌ای داریم زندگی می‌کنیم؟ مگه آیا فقط خشونت این است که اسلحه بگیریم و شلیک بکنیم؟ بذاریم دادگاه بشه اینجا، چرا اشکالی داره؟ چه اشکالی داره که بیاد الان وقتی شما شنیدید که چرا یه نفر کشتی، چرا اجازه ندم به شما که سوال از من بود؟ با این که اونجا اگر من نمی کشتم شاید کسی دیگه من رو می کشت، ولی هنوز من جواب پیدا نکردم که چرا اومده آدم رو کشتم و باید از کجا پیدا بکنم کسایی که صاحب این آدم بودم و برم ازشون عذرخواهی بکنم بگم ببخشید من فرزند شما، شوهر شما رو کشتم. چرا دادگاه نباشه؟ دادگاه فرمان هیتلره. فرمان هیتلر نیست، میتونه برای تک تک ما وجود داشته باشه. چرا ما میترسیم از اینکه دادگاهی بشیم؟ اقرار کنیم. من اقرار میکنم که من هم دوچار خشونت شدم و دوچار یک اشتباه بزرگ، ولی از اون بعد سعی کردم که با تمام اون کشتهایی که دیدم و با تمام اون خشونتهایی که دیدم هیچ وقت طرف خشونت نرم، ولی این یک فرضیه بود و سعی بود، در حالی که بارها اتفاق افتاد که خشونت‌های حالا سهل‌تری رو انجام داد.
بازم من تشکر میکنم ازت.